سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. بعد از چالش‌های مختلفی که در هفته‌های اخیر برای دو طرف جنگ، هم اونهایی که در محور مقاومت هستن هم اونهایی که در رژیم صهیونیستی هستن، به وجود آمده است، سوالات بسیار جدی طرف مقابل رو داره آزار میده، داره اذیت میکنه پیرامون اینکه چرا با وجود همه اخلالگرهایی که در آسمان و در منطقه در حال استفاده است، فهواتای مقاومت داره با موفقیت مسیر خودش رو میاد. اونایش که لازمه به هدف بخوره دقیقا سر ساعت به هدف میخوره. چرا اخلالگرها و دیگر موارد جواب نمیدن؟ آخه یه بخشش اینه که تو بتونی مثلا هدف رو مشخص بکنی، زمان رو تعیین بکنی، ولی یه بخشش اینه که این داره راحت عبور میکنه. یه تغییری رخ داده است در میدان، یه تغییری رخ داده است. میخواییم با هم بررسی کنیم ببینیم که چی داره اتفاق میفته، آنهایی که گزارش نوشتن درباره اتفاقات اخیر چه میگوین. و اینم به شما بگم، این شاخک ها میدونید از کجا به بعد تیز شد؟ اونجایی که مقاومت لبنان یه پهپادش بلند شد رفت توی محل غذاخوری تیپ گولانی، خورد به هدف و اون فاجعه‌ای که یادتون هست، آمبولانس ها را افتادن، 50-60 آمبولانس رفته بودن توی اون تیپ زخمی ها و اینا جمع بکنن. اون حادثه از اونجا به بعد اینا رو شوکه کرد که ظاهرا یه چیز جدیدی. میخوایم با هم بررسی بکنیم. ابتدای گزارش گفته که بله، گفته مقاومت لبنان از پهپادهای جدیدی داره استفاده میکنه، تجربه خوبی کسب کرده و البته بیش از نیمی از پهپادهاش رو سامانهای رژیم تلاش کردن باهاش مقابله بکنن. میگه با این حال به دلیل اندازه کوچک این پهپادها، سیگنال راداری بسیار ضعیف این پهپادها، رادارهای کنترل آتش گنبد آهنی و حسگرهای اپتیکی جت‌های جنگنده و هلیکوپترها اغلب آنها را گم می‌کنند. به ویژه در مناطق تپه‌ای که پژواک‌های راداری از زمین گمراه کننده هستند. یعنی ظاهراً اینم داره یه چیزه یاد می‌گیره و اینم یه تجربیاتی کسب کرده که با اون، اگه فرض بگیریم همون پهپاد قبلیاست، اینش هم برای ما الان مشخص نیست. اگه فرض بگیریم همون پهپاد قبلی ها باشه، میدونید من چرا دارم رو این تاکید میکنم؟ چون سوالات طرف مقابل که اگر نتونه بهشون پاسخ بده نمیتونه با بعدی ها مقابله بکنه الان خیلی زیاده. ولی اگر فرض بگیریم همون قبلی ها باشه، یعنی این باگ های بازی رو و اینکه چجوری باید پیش بره و به هدف برسه رو پیدا کرده. میگه پهپادهای پیشرفته ساخت ایران به سیستم های ناوبری جدیدی علاوه بر ناوبری ماهواره مجهز هستن که با آنها امکان میدهد حتی در مواجهه با اختلال به مسیر خود ادامه داده اهداف خود را مورد اصابت قرار دهند. حالا این ادعایی که داره مطرح میکنه، میگه اینا دارن به اصطلاح خودمون از هدایت ماهواره استفاده میکنن، از هدایت کدوم ماهواره دارن استفاده میکنن؟ اینم خودش یه بحثه که باز اینا من ندیدم توی گزارشی که همچین ادعایی میکنن به اصطلاح خودمون پاسخی براش باشه. ادامهش رو ببینیم. میگه این اختلالات برای گمراه کردن پهپادها طراحی شده، اما ایران و حزب الله گاه با استفاده از سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای خاص که توسط روسیه یا چین توسعه داده شده از این اختلالات عبور می‌کنه. یعنی ممکنه مثلا روس‌ها و چینی‌ها به اینا ایده داده باشن یا به اینا کمک کرده باشن. دو تا حالت داره. حالت اول اینه که مثلا روسیه رفته توی معرکه نبردی یا چین رفته توی یه معرکه نبردی اینو تست کرده، با این به نتیجه رسیده، محور مقاومت اون تجربه رو آورده اینجا داره استفاده میکنه. یعنی اینا کمکی نکرده، این تجربه رو فهمیده رفته داره استفاده میکنه. این حالت اول. حالت دوم اینه که نه، اینا اومدن گفتن که ما در مقابل ناتو در جای دیگری یا درگیریم یا میخوایم درگیر بشیم. بذار اینجا یه بار اینو تستش بکنیم، یه بار بریم جلو ببینیم این مدلش چجوریه، داستان برای ما رب و روبش بالا پایینش همه چیش در بیاد، بعد ما بریم با خیال راحت اگر مواجهه پیش آمد از این استفاده بکنیم. کدام است؟ به نظر من اولیه. به نظر من اولیه، یعنی مقاومت الگوهای گرفته است از تجربیات جنگای اینا در جاهای دیگه یا تقابل‌های اینا در جاهای دیگه، اونو داره اینجا استفاده میکنه. بریم بررسی بکنیم. میگه روسیه و اوکراین با وجود گذشت تقریبا 3 سال از جنگ در آن منطقه هنوز راه حل موثری برای مقابله با تهدید پهپادها نیافتند. یعنی من با حرف قبلمو ادیت بزنم، این میگه اونا هم تجربه خاصی پیدا نکردن، پس این چیزی که الان مقاومت داره انجام میده از نگاه این جدیده. میگه هر دو طرف این درگیری در مقابله موثر با شمار قابل توجه
پهپادهای انفجاری و شناسای یکدیگر ناکام هستند. دلایل این امر کاملا شناخته شده هستند. پهپادها به ویژه پهپادهای کوچک در ارتفاع پایین با سرعت کم پرواز می‌کنند و سیستم‌های شناسایی نیز برای تشخیص آنها دچار مشکل می‌شوند. تمامی حسگرها از جمله سیستم‌های اپتیکی و راداری اغلب در شناسایی این پهپادها ناکام می‌مانند. حالا من قبلا یه چیزی گفته بودم به شما تحت این عنوان که ایران علاوه بر موشکی هسته‌ای و پهپادی، هسته‌ای را بگیم پهپادی را بگیم هسته‌ای راحت چین بره ستاش هم وزن بشه، علاوه بر این ستا قبلا گفتم موفق شده به یک توان دیگری برسد و ادامه داستانی که دربارش حرف زدیم. اما درباره همین پهپادها من مسئله‌ای رو باید خدمت شما عرض بکنم و اون مسئله اینه که تو همین پهپادها هم ایران موفق شده است به روش‌های راه پیدا بکنه و دست پیدا بکنه که این لزوما خیلی پیچیده نیست و به مدل‌هایی از این پهپادها برسه که اینها لزوما خیلی پهپادهای خفنی نیستن و برای ساختشون نیاز به خیلی وسایل خاصی نیست، ولی اینها در زمان خودش وقتی به میدان بیاد همه اون چیزهایی که طرف مقابل به عنوان چی بهش میگن اصطلاحا فناوری و چیزهای راهگیری و سیستم‌های حسگری و اپتیکی و رادار و کوفت و زهرمار همه رو به چالش میکشه. این دوتایی که اومد بازی کرد یه خورده با روح و روان اینا خوابگاه زد و محل غذاخوری زد و اینا تازه اول بازیه. کمی صبر بکنید، این مسئله رو به یاری حضرت الله به زودی با کیفیت بیشتری خواهیم دید. ادامهش رو ببینید. ارتش اسرائیل و صنایع دفاع این کشور حداقل از زمان آغاز جنگ کنونی به دنبال یافتن راه حلی برای این مشکل بوده، اما همچنان راه حل موثری برای شناسایی و راهگیری پهپاد وجود ندارد. میدونید چرا وجود ندارد؟ بخشش به خاطر اینه که هر روز مدل بازی این ور هم در حوزه پهپادها داره متنوع‌تر میشه دیگه. اون به فکر مواجهه با مدل‌هایی است که الان داره می‌بینه و تلاشایی هم داره می‌کنه، تلاشا محترم. این ور چیزهایی که به میدان می‌آورد متفاوته. دیگه این پهپادها در واقع به موشک‌های کروز کوچک شباهت دارند. ردیابی و هدفگیری مداوم آنها به نحوی که امکان راهگیری موفقیت‌آمیز فراهم شود هنوز امکان پذیر نمی باشد. یه فیلمی هم من دیدم، یکی از دوستان برام فرستاده بود، فیلم خیلی کیفیتش پایین بود، ولی اون چیزی که داشت حرکت میکرد در ظاهر پهپاد بود، منتها در انتهای مسیر خودش کمی اصلا مدل رفتاری شیئی که شما در آسمان میدیدید متفاوت‌تر بود. باید صبر بکنیم ببینیم درباره اینها توضیحات بیشتری داده خواهد شد یا نه، اصلا دو طرف میدان چیزی خواهند گفت یا نه. دیگه میتوان فرض کرد که وقتی اسرائیل سرانجام سیستم راهگیری مبتنی بر لیزر را در زمین و هوا مستقر کند، فرایند راهگیری این تهدیدات در قیاس با استفاده از گنبد آهنین و سامانه‌های دیگر یا موشک‌های راهگیر آسان‌تر و کارآمدتر شود. با این حال این سیستم لیزری با وجود گذراندن چندین آزمایش تا سال 2025 عملیاتی نخواهد شد. حتی در آن زمان نیز چالش اصلی شناسایی و ردگیری پهپادها خواهد بود. میگه با سیستم لیزری هم بخوای باشون درگشی باید بتونی شناساییش بکنی و ببینیش که بعد بتونی ردگیریش بکنی، که در ارتفاع بسیار پایین اینا دارن پرواز میکنن و از دره ها و ویژگی های این شکلی استفاده میکنن و سپس به سمت اهدافین. میدونین مسئلهش کجاست؟ یه جایی آمریکایی ها اومدن رو سقف سفارت خودشون همچین کاری بکنن تو عراق، که برن از مثلا سیستم های لیزری استفاده بکنن با اینا چیکار کنن، پهپاد محبود یا هر چیزی که میاد بزنن. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ اینا وقتی ارتفاعش پایین بود این میخواست شلیک بکنه، ساختمان اطراف هم میزد، که همونجا از مردم بیگناه عراقی هم اینا تلفات گرفتن و آسیب زدن. و بعدا من شنیدم از سفارت آمریکا رفتن خیلی هزینه های بالایی پیشنهاد دادن به خانواده کسایی که کشته شدن که برای خون عزیزانشون، که اینا دیگه دهنشون بسته بشه و اعتراض چیزی نکنن. حالا خلاصه حرف اینه، تو در رژیم صهیونیستی وقتی سامانه رو چیدی، این یا میخواد محیط اطراف رو بزنه که مزارع و مراتع همین الان با این آتش‌سوزی‌های مهیبی که رخ داده و اینا جنگ اعصاب دارن، یا پایگاهی بالاخره محلی یه جایی یه ارتفاعی چیزی نزدیک شه، یه ساخته شده ای توسط انسان نزدیک شه که این اگر در ارتفاع پایین پرواز بکنه احتمال آسیب دیدن اون هم هست. چالش ها برای استفاده از همچین مدل یکی دوتا نیست. و اینم شما یادتون باشه ما داریم از یه تکنولوژی در سال 2025 برای اینی که الان داریم حرف میزنیم، در صورتی که در سال 2025 هم لزوما این قرار نیست در میدان در مقابل اون تکنولوژی باشه.
بریم ادامش رو ببینیم. میگه حتی در آن زمان نیز چالش‌های اصلی وجود داره که اینها رو نمیتونه برطرف کنه. هنوز هیچ راه حل مناسبی برای این مسئله وجود ندارد و این احتمالاً توضیح میدهد که چرا آژیرهای هشدار به صدا در نیامدند و چرا این پهپادها توانستند هنگام برخورد با هدف خود این تعداد را مجروح بکنند. یعنی آن چیزی که ما داریم میبینیم تلفات اخیر رژیم که اینا سعی میکنن هی بگن چیزی نبوده و خبری نبوده، انقدر دردناک بوده است که اینا رو الان وادار کرده بیان همچین گزارشی بنویسن، توضیح بدن، که البته در نهایت به این اشاره کرد فعلا رژیم صهیونیستی برای این مسئله راهکاری ندارد. من طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر نکته چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست و اگر موافق باشید دوست دارم چند تا پیام برای شما بخونم. ما خیلی پیام‌های محبت‌آمیزی مدت داشتیم از رفقای عزیز خودمون. یک عزیز دلی برای من نوشته: جناب تحلیلگر، واقعا قلبن میگم و چیزی است که کاملا آشکار، هزاران صد حیف که شما و امثال شما داخل صدا و سیما نیستید. شما باید بخشی از صدا و سیما رو تحت کنترل داشته باشید. حیف، واقعا صد حیف که این قدرت شما در رسانه، در رسانه ملی نشه. خیلی ارادت دارم خدمت شما. من پیام های این شکلی از شما خیلی زیاد میبینم، شرمنده میشم این پیام ها رو برای من میفرستید. درباره مسئله صدا و سیما من فکر میکنم اون نقشی که من میتونم انجام بدم و الان اینجا دارم اجرا میکنم برای شما. هم مخاطب داره میبینه، هم به اصطلاح خودمون در جاهای مختلف داره پخش میشه، اثر خودشو داره. اما درباره رسانه ملی ایران خیلی باید رو خودش کار کنه. خیلی باید، این اصلا هیچ شباهتی به رسانه مردم ایران نداره. من منکر زحماتی که اینا دارن میکشن نمیشم، ها دارن زحمت میکشن، ولی در برابر چیزی که ما انتظار داریم این اصلا در شأن ایران نیست. توی جنگ تمام عیار این شکلی الجزیره داره حرف خودش رو میزنه، العربیه داره حرف خودش رو، حالا ببخشید الجزیره چون یه مقدار مدل رفتاریش و نگاهش به جنگ شبیه ما هست، چیزایی میگه که تو بخشش شباهتی به اونایی داره که ما میخوایم بگیم. ولی تو باید آقا یه چیزی داشته باشی که اون بتونه بر مردم خودت اثر بذاره، که هیچ رو افکار عمومی اینا که اطرافت هستن هم بتونه کار موثر بکنه، با خودش همراه بکنه. هرگز صدا و سیمای ما متاسفانه در این داستان توی این شأن، توی این قد و قواره نبوده. بماند که اینا توی این سالیان اخیر با این چهرهای مطرحی که از صدا و سیما رفتن، ما کلی موجی آدم سرشناس داشتیم، اینا همه رفتن تو شبکه خانگی. آقا شما فرض کن مثلا مهران مدیری، عادل فردوسی پور، اون کی بود اون یکی، رامبد جوان، احسان علی خان، اینا تو تلویزیونت باشن، تو هیچ حرف مثبتی هم نتونی توی برنامه اینا بهش بگی اینم بگو. هیچ چیز مثبتی هم اینا تو اون تلویزیون براتون نگن، تو دو تا زیرنویس به نفع مثلا وطن خود. آقا یه درخواست مثلا لطفاً یه لامپ اضافه خاموش کنید زیر برنامه پر مخاطب اینا نمیتونی بری. و الان عمده اینا رفتن تو شبکه خانگی شده رسانه رقیب رسانه ملی، بعد اونجا دارن خیلی هر چی هم دلشون میخواد میگن، دیگه هیچ محدودیتی هم براشون نداره، تو هم مخاطبت داره اساسا میگه. باید فکر اساسی کرد برای این مسئله، باید فکر ویژه‌ای کرد. من نقدام به رسانه ملی خیلی جدیه، امیدوار هستم که اینا برای این مسئله فکری بکنن، برن الگوهای مشابه ببینن. راه این که از این وضعیت این رسانه در بیاد خیلی کار پیچیده‌ای نیست. من امیدوارم که اینها در این حوزه کارهایی بکنن. برجت خیلی تشکر می‌کنم، پیام‌های این شکلی منو خیلی خوشحال میکنه، به من انگیزه میده و حال من رو خوب میکنه. اگر نکته دیگری بود در قالب پیام برای من بفرستین. مسئله مهم میرم باید تا فراموش نکردم خدمت دوستان خودم بگم، ما در هفته تبلیغات هستیم. هفته تبلیغات برای تیم ما خیلی مهمه. بعضی از دوستان ما ممکنه اهمیتش رو احساس نکنن. خب ما به جای وابسته نیستیم، با جای کار نمیکنیم، از جای بودجه نمیگیریم. الانم با توجه به کیفیتی که کارمون داره اینا برامون پیچیده نیست. از جایی هم درخواست بکنیم حتما از ما حمایت میشه. منتها من درخواستم از دوستانم اینه، دوست داریم مستقل پیش بریم. اگر روند کار ما، اجرای ما، همه اینها مورد پسند هست، دوستانی احساس میکنن تمایل دارن که از ما حمایت بکنن، یک ریال هم شده از طریق بنری که میبینید از ما حمایت داشته باشه. نکته دیگه ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.